یک کمیته حمایت از حقوق سازمان ملل تدبیر های اندیشیده حکومت تاجیکستان برای محو تبعیض نژادی را بررسی خواهد کرد، چون رعایت حقوق مردم نوابسته از نژاد و قومش وظیفه حکومت است. نوبت گزارش دهی تاجیکستان در شهر ژنو روزهای 20 21 اپریل است. در گزارشی که حکومت پیشکی پیشنهاد کرده است گفته می شود که در تاجیکستان تمامی زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم فراهم شده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که با گزارش حکومت شناس شده است حالا با ما در استودیو هستند. میرزا نبی، گزارش حکومت چی میگوید؟ سلام خیرمان، درود بر بینندگان گرامی. چند نکته جالبی را از این گزارش مثال میارم. مثلا مؤلفان گزارش میگویند در کشور هیچ پرونده جنایی برای پایمال کردن حقوق کسی بنابر نژاد دیگر بودنش باز نشده است و به حقوق تمام قوم و اقلیت ها احترام گذاشته می شود. همچنین در اینجا آمده است که برای مکتب های ازبک زبان و قرغیزی کتاب های نو آماده می کنند و گروه کاری مخصوص برای ترجمه کتاب ها به این زبان ها فعالیت دارد. به گفته مقامات در کشور همه حق دارد با زبان مادریش صحبت کند، تربیت و آموزش بگیرد و ایجاد کند. در این گزارش درباره مردم بدخشان که با زبانهای پامیری حرف میزنند و پیروان مذهب اسماعیلی هستند و یا مردم وادی یغناب که زبان خاص خودشون را دارند چیزی ننوشتند. باید گفت که خیرمان، این گزارش وضع کشور تا سال 2020 را در بر میگیرد، ولی مقامات سازمان ملل در یادداشت به حکومت تاجیکستان گفتند که در جلسه آینده از وضع ولایت مختاری کوهستان بدخشان هم میپرسند که سال گذشته شاهد ناآرامی و کشتار چندین نفر شدند. بله. میزونه به آیا گزارش حکومت در باره عهده‌داری هایش در سازمان ملل اصلا چی تأثیری برای حل مشکلات در تاجیکستان داشته میتواند؟ ببینید، تاجیکستان یک عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد است و اجرای مشورت و طلبات نهادهای آن یک وظیفه کشوری عضو دانسته می شود. وابسته به وضع حقوق انسان، سازمان ملل هم از حکومت کشوری عضو حل این مشکلات را طلب می کند، چون تاجیکستان و دیگر کشورها عهده‌داری های امضا کردند، ولی عین زمان همان گونه که بسیار حامیان حقوق اعتراف میکنند، عمیق‌تر شدن مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان در سالهای اخیر از آنجاست که اجرای مقررات سازمان ملل و یا طلب رعایت معیارها بیشتر خصوصیت مشورتی دارد و اجرای آن از طرف کشورها حتمی نیست. برای همین و بنابر نبودی یگان نوع تنبیه و جزا به گفته منتقدان، دست حکومت‌های پایمال کنندی حقوق را باز میکند و آنها هر طرزی خواهند میتازند. تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود با تفصیلات گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد و مشکلات تبعیض نژادی. بعد بررسی این گزارش در شهر ژنو شما را حتما از نتیجه های آن در جریان میگذاریم.